احتمال آغاز بحران انتخاباتی و نیاز به پادرمیانه آمریکا. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. تیم دولت ساز، آرای بدون بایومتریک را قبول داریم. تیم ثبات و همگرایی، آرای بدون بایومتریک را قبول نداریم. آمریکا چی میخواهد؟ دولت ساز، آرای بدون بایومتریک را قبول داریم. تیم انتخاباتی دولت ساز گفته است که اگر کمیسیون آرای بدون بایومتریک را میشمارد، ما رد نمیکنیم. با گزارش اسپوتنیک، با نقل از اطلاعات روز، نجیب دانش سخنگوی تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری اشرف غنی احمدزی در تماس تلفنی به خبرنگاران گفته است که فیصله کمیسیون مستقل انتخابات را تیم دولت ساز میپذیرد و نیز افزوده است که اگر کمیسیون آرای بایومتریک نشده را نیز اگر شمارش میکند، ما قبول داریم. گفته های نجیب دانش در حالی است که مولانا محمد عبدالله عضو کمیسیون انتخابات روز چهارشنبه در میزان در یک نشست خبری تاکید کرد که تنها آرای دارای صندوق بایومتریک شمارش خواهد شد. از سوی هم روز گذشته تاریخ 9 میزان رئیس مجلس سنا در مجلس گفت آرای بدون بایومتریک را با استفاده از دور سر کمیسیون انتخابات شمار می کند. که این گفته های فضل هادی مسلمیار واکنش های را نیز در پی داشت که در ادامه رئیس مجلس از هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات معذرت خواهی کرد. در همین حال تمام بقیه تیم های انتخاباتی با کمیسیون موافقت می کنند و خواهان عزل رای های بدون بایومتریک شدند. این در حالی است که شماره از نمایندگان مجلس با اشاره به بحران احتمالی پس انتخابات می گویند که نامزدان باید برای جلوگیری از بحران نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بپذیرند. با گزارش اسپوتنیک، نمایندگان مجلس دوشنبه 8 میزان در نشست عمومی تاکید کردند که انتخابات دو روز پیش شفافترین انتخابات نسبت به گذشته بوده و نامزدان باید طبق اصول دموکراسی به آرای مردم احترام بگذارند. غلام حسین ناصری یکی از اعضای مجلس گفت خواهش ما از تیم انتخاباتی این است که نتیجه انتخابات را بپذیرند و به خاطر منافع ملی نگذارند افغانستان بار دیگر به بحران انتخاباتی سوق داده شود. آقای ناصر افزود انتخابات از اصول اساسی دموکراسی است که حتما برنده و بازنده دارد، اما نامزدان نباید به بهانه میزان کم اشتراک کنندگان و یا دستیابی به حکومت ائتلافی بحران آفرینی کنند. غلام فاروق مجرو عضو دیگر مجلس نمایندگان گفت انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان هرچند کم رنگ بود و مشکلات خود را داشت، اما نسبت به انتخابات گذشته شفاف برگزار شد. امیدواریم کمیسیون های انتخاباتی استقلالیت خود را حفظ کرده و نتایج آرای پاک مردم را اعلان کند. کمال ناصر اصولی نیز گفت صداهای شنیده می شود که گویا برخی سیاسیون انتخابات را قبول ندارند. مشخص نیست سیاستمداران افغانستان چی وقت به منافع ملی احترام می‌گذارند. متاسفانه سیاسیون افغانستان در طول تاریخ چنین نقیصه ای را داشته و ترجیح دادن به منافع شخصی عامل بدبختی کشور بوده است. بلقیس روشن عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز گفت که شرکت کمرنگ مردم در انتخابات در واقع پاسخ به رهبران سیاسی بود که آنان باید خود را با خواست مردم همگام سازند. این در حالی است که برخی سیاسیون میگویند که میزان کم اشتراک کنندگان در انتخابات به حکومت آینده مشروعیت سیاسی نمیدهد، اما قانون اساسی و قانون انتخابات هیچ سقفی را برای مشروعیت انتخابات تعیین نکرده است. این در حالی است که عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که تیم ثبات و همگرایی پیروز انتخابات است. با گزارش اسپوتنیک، عبدالله عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرایی درست پس از انتخابات در اولین کنفرانس خبری گفت انتخابات به دور دوم نمی رود و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل خواهد داد. آقای عبدالله تصریح کرد که نتیجه انتخابات را کمیسیون انتخابات اعلام خواهد کرد، اما او گفت بررسی های تیم ثبات و همگرایی نشان می دهد او بالای بلند پیروز انتخابات است. عبدالله عبدالله از تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر باطل کردن آرای بدون بایومتریک استقبال کرد و از کمیسیون شکایت خواست به شکایت ها رسیدگی کند. همزمان با اعلام پیروزی از سوی عبدالله عبدالله کمیسیون انتخابات میگوید هیچ نامزدی حق ندارد قبل از اعلام نتیجه از سوی کمیسیون اعلام پیروزی کند. بر اساس جدول زمانی کمیسیون انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات در 27 میزان و نتایج نهایی در
16 عقرب ماه بعدی اعلام خواهد شد. کمیسیون انتخابات هیچ نامزدی حق ندارد اعلان پیروزی کند. مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که هیچ نامزد انتخاباتی حق ندارد پیروزی خود را اعلان کند و این حق کمیسیون انتخابات است که بعد از بررسی تمام نتایج نامزد برنده را اعلان کند. با گزارش اسپوتنیک، حبیب الرحمن ننگ رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات دوشنبه 8 میزان در یک نشست خبری در کابل گفت اولین بار است که در افغانستان انتخابات با شفافیت بلند برگزار شده است. او افزود تا کنون 7500 فرم از طریق آنلاین به سرور کمیسیون انتخابات رسیده و فرمهایی که باقی مانده به زودی به سرور مرکزی انتقال داده می شود. کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را پس از به دست آوردن شمارش آرا اعلام خواهد کرد، اما می گوید که تا حال شمارش کل آرا به پایان نرسیده است و به ما منتقل نشده است. پیش از این عبدالله کاندید ریاست جمهوری از طریق صفحه فیسبوک خود گفته است که طی دو روز گذشته ما نتایج ولایت‌های مختلف را مورد مطالعه قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که آرای زیاد داریم. عبدالله بیان داشته است که نتایج بررسی های ما در دو روز گذشته نشان می دهد که تیم ثبات و همگرایی پیشتاز است و انتخابات در دور اول به نتیجه خواهد رسید و نیازی به دور دوم نخواهد بود. آرای بدون بایومتریک مدار اعتبار نیست و کمیسیون های انتخاباتی باید جلو مداخله اداره احصای مرکزی در روند انتخابات را بگیرند. وی همچنین میگوید متاسفانه برخی از مقامات در ولایت در پروسه احصال مداخله کردند که همراه با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. سرنوشت کشور تنها بر اساس رای سالم، ثابت و پاک مردم تعیین می شود. این در حالی است که مولانا محمد عبدالله کمیشنر کمیسیون انتخابات در یک نشست خبری گفت ارقام سطح اشتراک رای دهندگان در ولایات قندوز و تخار به استثنای 20 مرکز به دست آمده، اما گزارشات فرا و بدخشان هنوز زیر کار بوده و کوشش ها جریان دارد تا ارقام سطح اشتراک رای دهندگان و جدول نتایج آن به دست آید. او افزود هدایت کتبی بر رؤسای ولایتی کمیسیون های انتخاباتی ارسال گردیده تا تخلف، تقلب و تخطی هایی را که میبینند مستندسازی کرده و با رهبری این کمیسیون ها شریک سازند. با گفته این کمیشنر کمیسیون انتخابات مطابق قانون و تقویم انتخابات نتایج اولیه در مراکز اعلام شده و قرار است نتایج ابتدایی در 27 میزان و نتایج نهایی آن در 16 عقرب اعلام گردد. وی خاطر نشان ساخت که در ولایت های فرا و بدخشان تغییرات در قسمت تامین ارتباط و ارسال مواد انتخاباتی به دست نیامده است. این در حالی است که امرالله صالح معاون اول تکت انتخاباتی دولت ساز در یک نشست خبری به اعلام پیروزی در انتخابات از جانب عبدالله رئیس تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی واکنش نشان داد. با نقل از خبرگزاری آوا، امرالله صالح معاون اول تکت انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی ناوقت شب دوشنبه 8 میزان در یک نشست خبری در کابل گفت از تیم های دیگر خواهش میکنیم که با آرای ملت و قاعده بازی احترام بگذارند و با تنش لفظی و ادبیات خیابانی روان مردم را نه مخدوش بسازند و نه هم روان مردم را به گروگان بگیرند. صالح همچنان افزود من از تمام کاندیداها میخواهم که بر رسم و رواج خیابانی پایان بدهند و بگذارند که افغانستان مثل دیگر ملل متمدن و پیشرفته قضاوت رسمی داشته باشد. او تاکید کرد که تنها نهادی که حق برد و باخت را دارد کمیسیون های انتخاباتی است. این در حالی است که جانبه سفیر آمریکا در کابل میگوید که وی درباره گزارش های زد و نقیز در مورد اینکه چه زمان مرکز گردآوری اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آغاز به کار میکند نگرانی دارد. آقای بس همچنان گفته است که این تأخیر به تردیدها و ابهامات در مورد انتخابات می افزاید. او می گوید که خیلی مهم است که کمیسیون انتخابات این مسئله را برای ناظران داخلی و مردم افغانستان روشن بسازد. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر بدرود.